گذرگاه پاییزی و زمستانی دامهای عشایر استان اینجاست. بیارجمند یکی از مسیرهای مهم قشلاقی دامهای استانه، اما خشکسالی گریبان خوراک دام رو گرفته. سال خشکم دیگه دامی واسه ما دیگه نمیمونه واقعا، تا اینکه یک منبع خدادادی فراموش شده منطقه در فهرست بررسی میدانی کارشناسان قرار گرفت. گستره بسیار وسیعی از این مناطق پوشیده از خارشوتره. یکی از مقاومترین گیاهان شناخته شده بومی ایران به کم آبی در حالی اینجا به حال خودش رها شده که منابع آب زیرسطحی هنوز صرف کشت‌های سنتی آب بر میشه. اون طرف خارشوتگذاری هستش که در این منطقه خشک بدون مصرف قطره آب ازش استفاده میشه و این طرف خربوزه که بالغ بر 7-8 هزار متر مکعب آب به این مزرعه داده شده. در فرهنگ فارسی هم بیان میشه برو فکر نان کن که خربوزه آب. علاوه بر ظرفیت منحصر به فرد رویشگاهی در بیارجمند، کم کم روش‌های تولید ساده و کشت و افزایش سطح هم پیدا شد. خوبی که داره ریشش خودش آب پیدا میکنه، یعنی اینقدر میره تا به نم میرسه. مدتی مونده به برداشت، خارشوتر چهره مخفول دیگه‌ای از قابلیت‌های طبیعی پولسازشو رو کرد. ما اینجا 100 تا کندو گذاشتیم، ساقش که ترنجبین میده اثر با کیفیتی داره. بهینه‌سازی روند برداشت با تجهیزات بروز کشاورزی به کمک تولید علوفه دامی جدید اومد. هر 8 کیلوش با 10 کیلو یونجه برابری میکنه، یعنی از یونجه هم بهتر. باز وقتی که دون ببنده این دون با جو برابری میکنه. مزیتی که اتفاقا اشتغال به خواب رفته بیارجمند رو هم بیدار کرد. دستگاه به این گرون قیمتی دون ما کار میکرد، نهایت خونه آخرش 3 ماه، در 12 ماه الان 3 تا 4 ماه خوابش کم شده دیگه. زنجیره آخر این چرخه تولید در دامداری ها با روش علمی تألیف کامل شد. ترس خارشوتر و ذرت سیلو شده رو با هم قاطی کردیم برای دام داشتی. مزارع نمونه خارشوتر بیارجمند قراره در یک برنامه ریزی 5 ساله به مرکز ملی جایگزینی علوفه ارزان قیمت سمنان و استانهای همجوار تبدیل بشه. هر کدوم از این بسته‌های 15 کیلویی که تا 1-2 سال پیش به عنوان علف هر سو مزارع شناخته میشد، حالا با این طرح ابتکاری تبدیل به محصولی شده که با قیمت 9000 تومان روانه بازار میشه. حسین نورانیان، خبرگزاری صدا و سیما، خارشوترزارهای بیارجمند.